در این قسمت قرار هست که سوالات مربوط به معادلات حاکم بر حرکت سیار، معادله نویر-استوکس، بقای جرم، اینها رو که در از سال 93 تا 98 طرح شده رو من اینجا براتون آوردم. سال 98 سوال 25 سوال های بسیار آسونی هم طرح شده و اکثرا شبیه به هم هستند. میدان سرعت دو بعدی زیر داده شده، U هست X در 1 و علاوه دو تی و V هست Y. خط مسیری که در زمان صفر از نقطه 1 و 1 عبور بکند کدام است؟ خب اینو من کلاس اتفاق مصبت جا حل میکنم. dx به dt میشه u و dy به dt میشه y. انتگرال خواهید گرفت، جدایی پذیر هستند، x میشه 1 و شرط مرزی اینه که در t مساوی 0 1 و 1 باشه. حالا همین دوتا یکی که میمید به خاطر شرط مرزی هست. این میشه e به توان t و t رو بر حسب y خواستم. چون من همیشه میگیم شما میتونید این مسئله رو تو این حالت رها کنید و x و y رو خط مسیر رو بر حسب زمان بدید. ولی من به تونستی تی رو بینش حذف کنم، اینجا میشه حذف کرد دیگه، تی مساوی ln وای میشه، بالا ای به توان تی به علاوه تی 2 و از یه تی فاکتور بگیر میشه ای به توان تی در 1 به علاوه تی. خب میتونم بنویسم ای به توان تی به توان 1 به علاوه تی. ای به توان تی رو که از پایین مساوی وای به دست آوردم، این تی هم که اینجا میبینید هم ln وای، پس میشه وای به توان 1 به علاوه ln وای. سال 97 سوال 18 در سیارات اختلاف سرعت دو نقطه را که در همسایگی یکدیگر هستند میتوان به صورت زیر نوشته. دیه وی مساوی است با یک دوم گرادیان وی علاوه گرادیان وی ترانسپوز علاوه یک دوم گرادیان وی منهای گرادیان وی ترانسپوز. خب در اینجا من درات اومدم دیه وی رو طبق تعریف اپراتور گرادیان نوشتم گرادیان وی در دات دی ایکس. گرادیان وی رو نوشتم یک دوم گرادیان وی علاوه یک دوم گرادیان وی و یه دونه گرادیان وی ترانسپوز اضافه و یه دونه کم کردم و این یک تانسور شده، بهش میگن تانسور چون سرعت کمیت برداری است، گرادیان برداری، یه دونه میبره بالا میشه تانسور مرتبه 2 و یک ماتریس 3 درسته میشه. این یک تانسورش بهش میگن استرین ریت تنسور و این یکی که منفی داره بینش روتیشن تنسور بهش میگن، تانسور چرخش که میتوانید در مباحث مایکرو وسه نشان میدهیم که بردار ورتیسیته دوال وکتور همین تانسور روتیشن یا تانسور چرخش هست، دوال وکتور این و این هم که تانسور استرین ریتیست که خب در معادلات ساختاری است. و یه نوع دیکامپوزیشن خیلی معروفی است که تو توابم داشتیم دیگه، افربلاوی میدم چیز خاصی نم، یه چیزی اضافه کم کردم و یه دونم یک دورم. چند نوع دیکامپوزیشن داریم مثلا در محیط پیوسته؟ سه نوع داریم، یکی از انواع دیکامپوزیشن هایست که پرانتز اول نشان دهنده نرخ کرنش استرین ریت تنسور و پرانتز دوم نشان دهنده نرخ چرخش این دو نقطه است. خیلی معروف هست، دوستانی که محیط پیوسته پاس کرده باشن حتما اینو دیدن که تو سر پیشرفته هم همین اتفاقا تو کتاب وایت اینا هست. سال 96 سال 18 میدان سرعت برای جریان سیار لزج سه‌بعدی دائمی و غیر قابل تراکم به صورت زیر داده شده است. Ax i و علاوه Ay j من های دوازد کا. خب معلومه سه‌بعدیه، معلومه تابع زمان نیست. غیر قابل تراکمش هم خب دیورژانسش باید صفر باشه دیگه. اینو مشتق روند این میشه A و اینم میشه A، این میشه منفی دو. روند U روند X روند V روند Y و روند W روند Z با صفر باشه کس. کدام گزینه میدان فشار این جریان را مشخص می‌کند؟ فرض کن نیروی حجمی نداریم، فشار در نقطه x و y و z هم 0 0 0 p 0 است. خب اینجا معادله نویر-استوکس رو خواهید نوشت، میو لاپلاسیان سرعت رو خواهید گرفت و مشخصه چون اینا خطیان لاپلاسیان سرعت صفر میشه، با اینکه تو سرعت سوال گفته جن لزجه ولی لاپلاسیان سرعت صفر، پس جمله لزج در داخل معادله نویر-استوکس وجود نداره و روجی هم که نداریم، پس میمونه منفی گرادیان فشار مساوی با شتاب رو در مشتق ماد. تابع زمان هم نیست، روند روند تی ساده میشه. اینا که من منفی روند روند ایکس مساوی نوشتم مشتق مادی است، یعنی یو روند یو روند ایکس، وی روند یو روند وای و علاوه دبلیو روند یو روند زد که دو تا صفر شده، اینم جمله زمانی صفر شده. این اون عین همین روند تی روند وای بنویسید این میشه روند روند زد هم این خارج و چگالی هاش هم که من گذاشتم اینجا چگالی ها فراموش نشه. رو در ای میشه منفی گرادیان فشار. حالا شما مشتقات جهتی فشار در سه راستا رو دارید،
دی پی میشه راند پی براند ایکس دی ایکس بلا به راند پی براند وای دی وای بلا به راند پی براند زد دی زد. که حالا از طرف این انتگرال بگیرید، انتگرال دی پی میشه پی گفته در صفر و صفر و صفر پی صفر باشه، مثلا میشه پی ام ام های پی صفر. یه برگشت خودتون میگیرید دی انتگرال این را مشتقات فشار رو بذارید اینجا انتگرالشو بگیرید گزینه 3 میشه. سال 96 سوال 20 میدان سرعت نزدیک نقطه سکون به صورت زیر داده شده است، یو مساوی یوسف ایکس الام و وی مساوی یوسف وای الام. سرعت یوسف و طول ال ثابت می باشند. برای حالت خاصی که ال 1.5 متر باشه شتاب در نقطه 1.1 25 متر بر متر ثانیه داده شده است، سرعت یو صفر چند متر بر ثانیه. یعنی گفته شتاب رو حساب کنید تو نقطه 1.1 داده یوسف رو به دست بیارید. کار مشتق مادی باید بگیرید، شتاب چون تابع زمان نیست پس رو مشتق لوکال صفره. یو روند یو براند ایکس بعد وی وی روند یو براند وای روند وی یو براند وای صفره. پس در راستا ایکس میشه یوسف، ایکس الان در یوسف این یو، این هم روند یو براند ایکس. در راستای وای میشه وی روند وی براند وای که یوسف الامه. خب یک برداری هست، اندازه شتاب داده شده به شما، پس رادیکال اولی به توان دو علاوه دومی به توان دو رو به دست خواهید آورد. یوسف الام ضرب بشه میشه یوسف دو الو به ال دو علاوه یوسف دو به ال دو. در نقطه یک و یک ایکس و وای هم یک بذارید و بعد یه برداری میشه اندازه شو حساب کنید. رادیکال دو چون بر مؤلف هاش یکی میشه اندازش میشه رادیکال دو برابر یک مؤلف مساوی 25. از اینجا یوسف مساوی 6.3 به دست میاد. نکته خاصی نداره. 18 در سیال تغییر سرعت دو نقطه در همسایگی یکدیگر دقیقاً کپی همین سواله که سال 97 ساله. نمیدونم چرا واقعا کپی همون سوال. نرخ کرنش، نرخ چرخش. هیچ دیگه بهش اصلا بحث کرد. دقیقا شبیه همین دی وی که گفتم دیکامپوزیشنی که وجود داره. سال 94 سوال 22 با توجه به میدان سرعت دو بعدی زیر خط مسیری که در زمان صفر از نقطه این هم دقیقاً کپی همین یو مساوی ایکس در یک علاوه دو تی و وی مساوی با این انگاری که سال 98 بکنم سوال نداشتن بعد رفتن اینا از یه سال دقیقاً، یعنی هر جفتشو از سال 94 این حتی این 98 این 97 نما احتمالاً یه سوال کمه اینا چیه یه بار 98 یه بار 97 سوال کم اومده گفتم بریم از سال 94 چرا 94 در به دست بوده احتمالا با کردن از همون دو تا سوال یکم جمله بندیشو عوض کردن اینا دادن بیرون. خلاصه باشه خط مسیری که از نقطه 1 و 1 عبور کنه همونه دیگه من میگم حل نکن. سوال 94 سوال 23 مایعی حاوی ذرات ریز گل و لای است که میتوانند در طی حرکت تهنشین شود، بقای جرم این مخلوط در هر نقطه کدام است؟ خب دیورجانس سرعت مساوی 0 دیگه گزینه ها یکیش که تحت مشتق مادی چگالی مساوی 0 مثلا یک چیز عجیبی یعنی چی مشتق چگالی مشتق مادی. یک گزینه چهارش جالبه دو تا داده یعنی دو تا معادله بقای جرم هست، یکی که دیورجانس سرعت 0 همزمان مشتق مادی چگالی هم 0 اینا هم که اصلا خنده داره. یه اونی که ابهام داره بین 3 و 1 که خب در نهایت مایه دیگه تعارض. اگه بخوام تک تک بررسی کنم در مورد جریان های دو فاز ویدیو ضبط کردم اگه خواستید برید اونو نگاه کن. اگه بخوام بشکافم چگالی اولی مدل میکچر استفاده کنم میکچر بله ولی کلا معادله خوب ترکم ناپذیر دیورژانس سرعت مساوی 0 خواهد بود. سال 94 سوال 24 کلا از این قسمت 4 تا سوال از نه از این قسمت در حد اومد به یکی هم هست داده 5 تا سوال 94 سوال میدان سرعت جریان دو بعدی غیر قابل تراکم به صورت فلان داده شده است، مقدار دبی حجمی عبوری از عرض خط آبری یه نقطه آ دارم اینجا که نقطه 1 و 0 یه نقطه بی دارم که 0 و 1 گفته از اون فاصله که بین این دو تا هست مقدار دبی حجمی چقدر. خب شما بیاید سایو به دست بیارید چون تراکم ناپذیر و دو بعدی میتونی سای رو تعیین کنی. البته سای شکل سه بعدی هم داره، من ویدیویی که ضبط کردم انگلیسیه شکل سه بعدی سای هم معرفی کردم. ولی حالا برسد اینجا دو بعدی هم میتونه تعریفی که رونده سای به رونده وای میشد یو و منفی رونده سای به رونده ایکس میشد وی. اینی که الان اینجا میبینید وی این بالای یو صورت سوال داره، از بالای نسبت به وای مشتق بگیرید از پایین نسبت به ایکس مشتق بگیرید و با هم برابر بذارید و سای به دست میاد. حالا شما میدونید که دبی حجمی عبوری از بین دو نقطه هست اختلافه مقدار تابع جریان روی خطوط جریانی که داره، یعنی خط جریانی مثلا اومده از اینجا رد شده خط جریانی اومده خط جریانی که از اینجا رد شده مقدار سایش رو به دست بیارید توی این رابطه سای x و 0 بذارید y و 1 بذارید
و یک بار هم که اون رابطه دفعه x رو یک بذارید y رو صفر بذارید از هم کم کنید میشه منفی 2/3، چون منفی در جهت خلاف داره رد میشه، اینجا به احتمال اون اشاره نکرده، همون مقدارش رو خواسته دید، جهتش رو نخواسته شد، 2/3 داره تو گزینه. سال 94 همچنان سوال سی، کدام مورد در خصوص میدان تنش در جریان سیال صحیح است؟ یک، این بیشتر به محیط پیوسته و معادلات حاکم و اینا هست من قرار بدم. هیچ گونه یک بردار با سه عضو است در مورد میدان تنش در جریان سیال. یک بردار با سه عضو، مثلا تانسور تنش بردار که نیست، تانسور مرتبه دو. یک تانسور با 9 عضو است، درون جریان تانسوری با 9 عضو و روی سطوح مرزی جریان برداری با 3 عضو است. درست دیگه به یاد میگفتیم تراکشن وکتور و مباحث ابتدایی مکانیک محیط پیوسته در همین مورد صحبت میکنه که وقتی رو سطح هستیم یک برداره و اینها رو ما سر هم میکنیم، میگیم سه تا سطح عمود بر هم اگر داشته باشیم میتونیم حالت تنش در هر جهتی رو داشته باشیم، در جهت هر سفر هم با جهت نرمالش میسنجیم که اونا رو در سطح‌های یک تانسور می‌نویسیم میشه 9 تا 3، ولی اون برای یک نقطه است، برای صفحه 3 تا پس گزینه 3 خواهد بود دیگه. و سال 93 سوال 23، مؤلفه‌های سرعت جریان در مختصات استوانه‌ای آر تتا و زد عبارتند از وی زد مساوی صفر، وی آر مساوی صفر و وی تتا مساوی کار زد. کایب ثابت است در رابطه با مؤلفه های ورتیسیته یا آن کدام گزینه صحیح است؟ در مورد ورتیسیته اگه بخوایم صحبت کنیم باید کردش رو بگیم. کرد در مختصات پولار رو باید بلد باشید اصولا که یکم فرق میکنه. اگه نمیدونستید اینا من اینجا البته آوردم، ولی تو محیط پیوسته من خودم اینا رو یک جلسه توضیح میدم برات. این جلسه دارم. که ER آروم ای تتا و ای زد آروم روند روند آروم روند تتا روند روند زد و اینجا هم سطر سوم هم که خود سرعت رو قرار میدم معلم صفر رو آر یو تتا و صفر آر یو تتا رو باید بذارم. یو تتا خودش هست کا آر زد، یه آرم ضرب کنید بذارید اینجا، این ER آرومه این ای زد آرومه، اینا رو دقت کنید. پایین دترمینان حساب کنید دیگه، دترمینان حساب کنید پایین به دست میاد که اونی که در راستای ER هست صفر نیست، اونی که در راستای ای زد هست هم صفر نیست، ولی این وسطی اونی که در راستای ای تتا است که صفر هست. و به عبارت دیگر میگوییم که گزینه های اینه که هر سه صفر، یعنی هر سه مؤلفه صفر، نمیدونم فقط اونی که آره صفر، هر سه غیر صفر و اومگا تتا در راستای تتا مساوی صفر. یعنی از دیدگاه فیزیکی هم اگه تخیل هندسی داشته باشید، وقتی که من فقط یک مؤلفه سرعت یا مختصات قطبی در نظر بگیرید، در راستای تتا فقط مؤلفه سرعت دارم، در راستای زد و آر مؤلفه ندارم، میچرخه اینجوری در راستای تتا و همون مؤلفه دقیقاً روی تتای من هم تابع آر هم تابع زد، یعنی هم با شعاع تقریبا در شعاعهای مختلف متفاوته. یعنی وقتی من میرم به شعاعی بیرون مثلا بزرگتر داخلی کوچیکتر در راستای تتا دارم، این سه بعدی شه تو این دایره رو در نظر بگیره، این دایره از اینم زده آر به سمت بیرونه و تتا هم داره میچرخه، این در تتا حالا اینجا اگه کا مثبت بگیرم در آرهای بزرگتر بیه تتا بزرگتر، یعنی چرا چقدر میرم به سمت بیرون سرعت بیرون بزرگتره. خب این باعث یه اختلاف سرعت اینجا، مثلا این صفحه من این ورش با سرعت بیشتر بره، این ورش با سرعت کمتر بره، این شروع میکنه به چرخیدن حول محور زد، پس یه مؤلفه چرخش در راستای زد داره. از طرف دیگه چون بیه تتا تابع زد هم هست، یعنی این دفعه در راستای عمودی حرکت می‌کنه، هر چقدر به زد بیشتر میرم به اتفاق این زد پایینه این زد بیشتر، مثلا من بالای سرم اگه تندتر بره پایینم کم سرعت بره باعث ایجاد یه چرخشی میشم که طبق قاعده دست راه در راستای رادیال اور کوردینیت خواهد بود. پس اینکه این آر و تتا اینجا دارم، یعنی هر دو جهت دارم، ولی خب در راستای تتا چرخشی نخواهم داشت. سال 93 سال 13 برای جریان دو بعدی تابع پتانسیل به صورت فی مساویه یه چیزی داده شده، تابع جریان فی رو داده تو جریان خواسته. خب شما ببینید که رابطه بین این دوتا اینه، روند سای به روند وای میشه یو، روند فی به روند ایکس میشه یو، که روند فی به روند ایکس به داده سوال میشه دو ایکس، منفی روند سای به روند ایکس میشه وی، روند فی به روند وای میشه وی، که روند فی به روند وای هم یک کلمه های دو وای هست. حالا این مساویمون انتگرالش رو بگیرید، رابطه پایین به دست ما، خیلی سوال ساده است. مباحث مربوط به جریان داخلی رو آغاز خواهیم کرد. سال 90 همین یه تیکه که می‌بینید تو این 6 سال گذشته کل سوالایی که از جهت داخلی اومده راه حلش هم واقعا همینه. هیچی نداره.
خیلی آسونه سوالای کنکور دکترا و ارشد و اینا فهمه و به راحتی اگه یکم حالا درس بخونید، کتابا رو ببینید یا ویدیوهای منو ببینید و چهار تا نمونه سوالشون ببینید، سه سوت واقعا همه اینا رو حل می‌کنه. سال 98 سال 17 در جریان لایه‌ای در ناحیه در حال توسعه در لوله افت فشار در واحد طول نسبت به ناحیه کاملا توسعه یافته چگونه است؟ رابطه به لوله هم نداره، میشون لوله هم نگیرید. ولی من در مورد بحث توسعه یافتگی یک ویدیو ابتدایی تر کار در حد کارشناسی ضبط کردم که به شکل کیفی اینا رو توضیح دادم. کلیتش هست مطور مراجعه و همون اولین ویدیو از سری ویدیوهای جریان داخلی. اما یک ویدیوی پیشرفته تری هم در فصل لایه مرزی پیشرفته ضبط کردم که کاملا اونجا به شکل عدد و رقم نزدیک یک ساعت فقط در مورد این صحبت میکنه. ولی کلا کانسپت قضیه اینه که جریان در ناحیه در حال توسعه، چون لایه مرزی نوبته، این مبحث هم در جریان داخلی آوردم ولی شاید بیشتر به لایه مرزی میخورد. در ابتدای مولکولاری تشکیل میشه، اون هسته پتانسیل وجود داره تا بیاد برسه به همون جریان توسعه یافته بشه. در ابتدا لایه مرزی نازک‌تر، تنش بایشی بزرگتر تا بیاد برسه به یک مقدار ثابت. پس این جریانی که در ناحیه در حال توسعه هست به دو دلیل میزان ارزم بزرگ شما که سوال ها افت فشار بیشتری داره. یکی به خاطر همین هستی که هم به خاطر اینه که جریان شتاب میگیره به سمت جریان پروفیل صحنه‌ای جریان پوازی، دو دلیل داره. ولی تو مقطع کارشناسی معمولا این اولیه رو میگیم که میگه لایه مرزی نازک‌تره پس تنش بایشی ابتدا بیشتره. یه اکسس پرژر دراپی محاسبه میکنیم در مباحث پیشرفته تر که دیگه ارجاعی میگم بخاطر کنکور دکترا هست دیگه، انتظار میره شما بتونید اون اکسس پرژر دراپ رو دو سوم و علاوه یه چیزی بود و اونجا برید لطفا مراجعه کنید اونجا. سال 98 سال 19 سیال لزج به طور آرام و توسعه یافته در یک لوله جریان دارد. با توجه به اینکه در مرکز لوله تنش برشی وارد بر سیال برابر با صفر است، تصمیم گرفتیم که از معادله برنودی کلاسیک برای محاسبه افت فشار در مرکز لوله استفاده کنیم. با این کار افت فشار برابر با صفر می شود که با مشاهدات تجربی هماهنگی منظورشون بود احتمالا ندارد. کدام یکی از شرطهای معادله برنودی نقض شده است؟ واقعیتش حالا اصلا سوالم سوال به نظر عجیبی میاد، یعنی سوالی بوده که تحت یک تفکری طرح شده که به نظر اصلا اشتباه بوده. حالا گزینه‌هاش خیلی جالبی که عدم انتقال کار با محیط، عدم انتقال حرارت با محیط، نم غیر لزج بودن سیال و غیر چرخشی بودن جریان. به نظر میاد که خب اولا که خب معادله برنولی شما میدونید معادله بقای مومنتومه، ربطی اصلا به انتقال حرارت و انتقال معادله بقای انرژی نیست. شاید بعضیا به غلط به معادله بقای انرژی بگن معادله برنولی اصلاح شده، ولی خب اسم داره بنده خدا، معادله انرژی دیگه. شاید طراح منظورش این بوده، نمیدونم دقیقا هدفش چی بوده از طرح این سوال، ولی مثلا من دلش کنم سوال به شما بگن، من اینو خیلی اتفاقا تو همون ویدیو هم اشاره کردم، به شما بگن جریان در حال توسعه است و بعد توسعه یافته میشه، کجا شما میتونید معادله برنولی رو بنویسید؟ شما میگید فقط اون هسته پتانسیل من حق دارم بنویسم. ولی وقتی که چه در لایه مرزی شکل گرفته رو دیوار، چه در ناحیه توسعه یافته، در هر صورت اثرات اصطکاک نفوذ کرده و جریان چرخشی شده، دیگه نمیتونم بنویسم. و من یه ویدیو دیگه ای ضبط کردم که 8 شکل مختلف معادله برنولی رو اونجا نوشتم. یعنی گفتم اگه آیا معادله برنولی مجال لزج میتونیم بنویسیم؟ بله میتونیم بنویسیم. چرا معادله برنولی رو بین هر دو نقطه دلخواه میتونیم بنویسیم؟ اینا همه اونجا هست، لطفا اون ویدیو رو ببینید. کاملا دیگه موضوع معادله برنولی و همه فرضیات پشتش، این گنگی که ممکنه هی بگن آقا این غیر چرخشی بین هر دو نقطه بنویسم ننویسم، تراکم پذیر تراکم ناپذیر، اون ویدیو کارت فکر کنم انگلیسی باشه، ولی کلا حل کرده اون مشکل رو. بین این گزینه‌هایی که هست، خب انتقال حرارت و انتقال کار که ربطی به برنولی نداره، غیر لزج و غیر چرخشی هم که خب جریان چرخشیه دیگه، نمیدونم واقعا گزینه صحیح رو خودتون پیدا کنید ببینید گزینه صحیح چیه. سال 97 سوال 23 در جریان درون کانال با مقطع متساوی از مثلث، منظور بوده احتمالاً مثلثش جا افتاد، با مقطع مثلث متساوی از لای زیر توزیع تنش برشی را چگونه است؟ اینجا یه کانالی جریان داخله، اون قسمت هاشون زده رد میشه، مثلا در گوشه ها بیشینه است، در گوشه ها صفر است، در وسط هر زل بیشینه است، که این درسته در گوشه ها بیشینه. خب اینا من توی ویدیو مربوط به مباحث جریان داخل جمع پوازی و اینا توضیح دادم، تو قطر هیدرولیکی هم توضیح دادم که جریان در گوشه ها تنش برشی صفره به خاطر تقارن محلی که اونجا وجود داره و ماکسیمم تنش برشی روی زل وسط ایجاد میشه.
سال 97 سوال 26 در مورد افت فشار در ناحیه ابتدایی لوله با آن نمایش داره که جریان آن در حال توسعه یافتن است و افت فشار ناحیه کاملا توسعه یافته کدام گزینه صحیح است؟ دقیقا این همین سوالی که سال 98 یه سال بعدش دوباره همین سوالی واقعا این همه مفهوم هست توی کنکور دکترا اینا کنکور ارشد نیست. طراحان سوال باید اینو دقت مفاهیم بیشتری توجه کنند. اون هم حداقل دو تا سوال تکراری تو دو سال پشت سر هم داده نش. سال 96 سال 27 27 برای تنش و برشی سیال در دیواره لوله به قطر دی و افت فشار دی پی به دیکس رابطه درست کدام است؟ خب اینجا تنش و برشی المان گرفتم. متاسفانه در شرایط سوال گفته نشده که این توسعه یافته است، چون برای کنکور دکترا هست دانشجو ممکنه احساس کنه که شاید طراح میخواد اطلاعاتش رو در مورد ناحیه در حال توسعه بسنجه که نگفته، ولی در صورتی که شاید حواسش نبوده نگفت. ولی بعد یه المانی گرفتم، تنش برشی بالا رد شده پی و اون ولی چون یک کوچولو جلوتر از ضخامت دی ایکس میشه پی بعد از یه دی پی و شتاب هم که نداره چون توسعه یافته است، پارالل اینا رو بس کردیم تابع زمان نیست، پس برای این نیروها مساوی صفر خواهد بود. تنش برشی رو به جلو مثبت در پی دی دی ایکس خواهد شد اون مساحت جانبی المان و فشارهای من یه پی آ اونور دارم که در جهت مثبت وارد شده و یه منفی پی علاوه دی پی این ور دارم که پی دی دو چهارم هر جفتشون ضرب شده که اگر اینها رو پی این پی با این پی ساده بشه یه منفی اینجا دارم بره اونور تساوی مثبت خواهد شد. و دقت کنید که این تنش برشی که به سیال وارد میشه اون تنش دیوارو خواسته یه منفی هم شما باید بهش ضرب بکنید که بشه منفی. قبلی که منفی نداشت تنش برشی وارد به سیال روی دیواره و حواستون هم هست که دی پی دی سی انگار منفیه که با اون منفی میشه مثبت، تنش برشی وارد به دیواره که مقدار مثبت است. سال 96 سال 29 عدد رینولز جریان آب داخل یک لوله با قطر ثابت با افزایش سرعت بالک افزایش میابه. در مورد این جریان داخلی گزینه صحیح باید مثلا من با افسترونج عدد رینولز رو به چند شکل مختلف میشه افزایش داد. منظور این بوده که سایر کمیت ها ثابته، با افزایش سرعت من عدد رینولز افزایش دادم. با افزایش عدد رینولز در محدوده 100 تا 10000 ضریب اصطکاک ممکن است افزایش یا کاهش یابد یا ثابت بماند. خب به نظر منطقی ترین گزینه میام. با افزایش عدد رینولز در محدوده طول توسعه یافتگی هموار افزایش مییابد. من در مورد تابعیت طول توسعه یافتگی با عدد رینولز صحبت کردم، چون این محدوده رو جوری داده که گزای رجعن آشفته رخ بده و ارزم حضور شما که 10^2 10^4 که اینجا بحث کردیم به خاطر این هستش که دو طرف بیفته و خب و طول توسعه یافتگی وقتی که جان آرام تر رژیمش تغییر می‌کنه، من همه رو صحبت کردم قبلا اونجا. و با افزایش عدد رینولز در ناحیه کاملا زبر یعنی در محدوده عدد رینولز بسیار بزرگ تنش برشی وارد بر دیوار لوله ثابت می‌ماند. این ناحیه کاملا زبر در مورد دیاگرام مودی من کامل صحبت اون انتهای منحنیه که صاف میشه، ولی نه تنش برشی، ضریب اصطکاک ثابت میمونه. در قسمت قبل گفته ضریب اصطکاک کم میشه، اینجا گفته تنش برشی. خب در اون ناحیه تقریبا من تحقیق کردم گفتم اینا بی بودن، یعنی اگر ضریب اصطکاک ثابت بمونه به معنا نیست که تنش برشی. خب تنش برشی تقسیم بر 1/2 رو یودو 4 برابرش از ضریب اصطکاک دارسی. خب این مجموعه ثابته، چون وقتی سرعت رو دارید افزایش میدید که وارد اون ناحیه بشین، خب اون 1/2 رو یودو تو مخرج هست دیگه. و حالا بحث اینه که خلاصه کل کانسپت سوال در این هستش که حواستون باشه که دیاگرام مودی دیاگرام بدون بوده. بعد لزوما وقتی من به شما بگم ضریب اصطکاک چی میشه شما میتونید از اون دیاگرام استفاده کنید، ولی بگم تنش برشی چی میشه اون موقع باید یه من اتفاقا من تو همون ویدیویی که در مورد دیاگرام مودی ضبط کردم شکل بوددارش هم صحبت کردم، گفتم کمیت های مختلف چه چند حالت مختلف ممکنه اینو زیاد بشه. و برای اینکه سوال جواب بدید هم شما باید به دیاگرام مودی مسلط باشید هم به آنالیز ابعادی مسلط باشید. سوال خوبی است و اون نکاتی که من در مورد شکل بوددار دیاگرام مودی گفتم مسلط باشید، هم بدونید طول توسعه یافتگی چه تابعی از عدد رینولز هست و علاوه اینا سوال خوبی بود. خود سال 94 سوال 17 در جریان آرام دائم و توسعه یافته در کانالی با مقطع مربع شکل تنش برشی رو دیواره هر مقطعش دقیقاً کپی همین سوالی که سال 97 یعنی 97 که 3 سال بعدش هست. دقیقاً هم نمی‌دونم واقعا چرا این همه سوالای زیبا میشه کنکور دکتراست یه مملکت بزرگ با این همه دانشمند و طراحان سوال قوی
توپی هم. سال 94 سوال 19 مقطع آبی از جریان سیال در مجرای شکل روبرو در مجرای مجراییست یه زانوی 180 درجه است. کدام مورد صحیح هست؟ دو تا نقطه، یکی داخل آب بی بیرون هست. طبق معادله برنولی فشار در آبی یکسان، اصلا برنولی در مورد آبی صادق نیست، امتداد خط جریان این هست. بس ویچی آبی رو بذارید که دوباره طبق برنولی، طبق معادله مومنتوم فشار در بی بیشتر از آب است. طبق معادله مومنتوم فشار در آ بیشتر. منظورش از معادله مومنتوم معادله اویلره. ما بهش میگیم معادله اویلر. من ویدیوهاش هست میتونید مراجعه بکنید. در طبق در راستای عمود و خط جریان به سمت بیرون فشار افزایش پیدا میکنه. یعنی فشار بی از فشار ای بزرگتر میشه به همین سادگی. برید مثلا مرا به جریدگی‌هایی که در مورد جامعه ثانویه ضبط کردم این نگاه خاص بکنید. خیلی کامل‌تر از اینه مطالبی که اونجا گفته شده و خیلی ریزه‌کاری‌ها رو من اونجا گفت. سال 94 سال 27 افت فشار در واحد طول لوله در جریان لایه‌ای در حال توسعه نسبت به جریان لایه‌ای توسعه یافته در لوله چگونه است؟ بیشتر سه تا سوال کپی هم توی 6 سال، یعنی هر دو سال یه بار اینو میدم. پس شما نگاه می کنید بهتره همین سوال که من اینجا عرض کردم همون دوباره اصلا توضیح خاصی نیاز نداره. خب از مجموعه سوالات کنکورهای 6 سال گذشته مهندسی مکانیک، از سالهای گذشته، ادوار گذشته، مباحث مربوط به لایه مرزی و جریان خارجی رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. سال 97 سال 16 میگوید که اکثر سوالات سوالات متوسط، بعضی وقتا هر از چندگاه یه سوال نسبتاً خوب و اکثرا آسون هستن، اینطوری بگم بشون. سال 97 سال 16 میگوید که پروفیل سرعت در داخل یک لایه مرزی به صورت رابطه خطی U به U بی نهایت مساوی Y به دلتا تخمین زده شده است. فرض کنید که در این لایه مرزی ضخامت به صورت رابطه دلتا به x مساوی k به رادیکال رینولدز x باشد که رینولدز x عدد رینولدز موضعی جریان است. مقدار k برابر کدام است؟ یعنی خب اینو که ما می‌دونیم اگه جریان آرام باشه اینجوری هست، نیاز نیست بگیره. میتونست در صورت سوال بگه جریان آرام، که اصولا این پروفیل سرعتش برای جریان آرام هم مناسب نیست، چه برسه به آشفته، چون آشفته یک تقعر خیلی شدیدی داره و یه قوزی داره که اون اصلا همین پروفیل سهمیه اینا براش مناسب نیست، چه برسه به این. ولی فرض صورت این به این فرمت تبدیل میشه که این کا تابع است از پروفیل سرعتی که شما حد زدید. من یه ویدیویی در مورد این مبسوط ضبط کردم و تمام نکاتش رو گفتم، تمام پروفیل سرعت خطی رو اونجا گذاشتم. جواب دقیقش 5 هست، جواب حل دقیق بلازیوس، جواب تمویلی بستگی به پروفیل سرعت مثلا برای جریان صفحه تخت 346 میگه کم راه حلش طولانیه، مثلا 5 دقیقه وقت میخواد. ولی نمیدونم جوابش حفظ بوده باشه دوستان یا اون ویدیوی من دیده باشه، چون من همه پروف 4 5 تا پروفیل خطی و سهمی و درجه 3 و سینوسی رو همه رو مرور کردم. سال 97 سال 19 میگوید که صعود حباب در مایات با نوسان در جهت عمود بر حرکت، یعنی وقتی داره میره بالا نوسان میکنه، حرکت میکنه، کدام گزینه علت آن را درست بیان میکند؟ یک گرداله های فون کارمن یکی پس از دیگری جدا میشن، فشار داخل حباب به صورت داخل حباب اصلا ما کاری به فشار داخل نم، تغییر حجم نوسانی نم که نیست، تغییر حجم میده ولی نوسانی نیست، نیروی پسای نوسانی، پسای نوسانی هم که عمود بر حرکت ایجاد نمیکنه. خیابان گرداله های فون کارمن هست، یه ویدیویی در مورد جریان حول کره و استوانه من ضبط کردم، خب اینا اونجا مبسوط توضیح دادم. مثال 97 سال بعدی سال 97 سال 22 جریان یک سیال نیوتونی را در بالای یک صفحه تخت ساکن در نظر بگیرید و معادله مومنتوم در راستای عمودی داده شده، تو صورت اینجا نوشته هستن خودش وای مومنتوم رو داده، اینم جریان رو صفحه تخت نوشت. وقت خب این رابطه رو به شما میده، یعنی سیال من نیوتونی هست و جریانم آرام، تازه چون وقتی من نیو لاپلاسیان سرعت می‌نویسم، اگر بخوایم از بین جملات ظاهر شده در معادله تکانه در جهت وای فقط از یک جمله صرف نظر بکنیم، آن جمله کدام است؟ خب شما میدونید که در واقعیت ما از همه اینا صرف نظر می‌کنیم دیگه، البته جمله وزن هم اینجا ننوشته با فرض اینکه چون بالاخره معادله وای مومنتوم یعنی در راستای عمودی هست دیگه و وزن اینجا باید لحاظ بشه، حالا سوال هم گفته نشده ولی خب مشخصه که لحاظ نکرد. ولی آن چیزی که هست اینه که ما خب وقتی حالت واقعی همه اینا رو صرف نظر می‌کنیم میگیم فقط راندپی براند وای میمونه، پس راندپی براند وای صفره،
پس فشار یک نقطه‌ای در لبه لای مرزی با فشار یک نقطه‌ای روی جسم برابره. مثل اینکه من این کاغذ نازک رو بذارم یه ذره بزنم یا یک تخت پاکن خیلی کلفت بذارم ذره بزنم. و ولی خب اینجا بالاخره داریم یه کدوم کوچیک‌تره. سوالی می‌پرسید گفته همه اینا کوچیکن قبول، ولی کدوم کوچیک‌تره؟ که خب از تحلیل مرتبه مقداری دیگه، حلی که برای حل بلازیوس من ضبط کردم ویدیویی که جریان لای مرزی آرام حل دیفرانسیل بلازیوس اونجا تحلیل مرتبه مقداری انجام دادم و مقدار اینا رو تک تکش انداختم رو ترازو ببینم این اندازش چقدر. ولی خب این V مقدار کوچکی است، X تو مخرج مقدار بزرگی است، پس ولی این Y تو دقیقا اینا هر جفتشون از یه مرتبه خواهند شد، چون V هم کوچیکه، V کوچیکه، Y هم کوچیکه چون ضخامت لای مرزی کوچیکه و X مقدار بزرگی است. و در اینجا داخل این پارانتز ناکنی هر جفت صورت V هست، مخرج یکی X یکی Y. خب چون Y کوچیکه پس این دومی بزرگتر از اون یکیه، پس اصطلاحا شما می توانید از روندوی V به روند X رو صرف نظر بکنید که بعد خواهید دید که اگه این ویسکوزیته و این دوتا با هم دیگه هم مرتبه میشن، ولی بین اینها همشون مقدار کوچیکی هستن، این روندوی V به روند X رو از همه کوچیکتره به خاطر اینکه مخرجش مقدار بزرگی داره. ما بقیه موارد ضرب تقسیمش دیگه بخودی خودتون مشابه همون کاری که من تو ویدیو انجام دادم میتونید خودتون انجام بدید و برید جلو. مثلا مرتبه مقداری یو رو بگیرید، یو بزرگ، وی رو به کمک بقای جیان به دست بیارید، ایکس ال وای با دلتا هم مرتبه است، تمام دیگه سلام همه چی روشنه. و ویسکوزیتر هم مرتبه مقداریشو هست، همین رابطه معکوس رینولز باید ویسکوزیتر رو به دست بیارید جاگذاری، چون ویسکوزیتر اینجا مقدار داره. بعد از اینکه ضرب شد میتونید وقت اینو با اون دو تای دیگه مقایسه بکنید، ولی فعلا بین همه اینا این چون مخرجش مقدار بزرگی است x دیگه ال دیگه یعنی اون از همه کوچکتر روندوی وی به روند x. سال 97 سال 24 در جریان از مجرای زیر یعنی کانالی است مثلا داره میاد از این طرف دمش دارم از بالا مکش دارم، هر جفت سرعت‌ها در یک راستا هست، امکان جدایش جریان در کجا وجود دارد؟ خب من این آقا شاید نمونم پیشرفته باشه، من اینایی که دارم میگم لایه مرزی هم کارشناسی توش هست هم ارشد پیشرفته توش هست، ولی خب اکثر مواردی که خواهید دید همه از مباحث کارشناسی حل میشه و 90% کارشناسی. حالا شاید یه کوچولو این مثلا پیشرفته باشه. در دروس پیشرفته خب ما در مورد دمش و مکش صحبت میکنیم و میگیم که دمش باعث میشه که پروفیل سرعت اس شیپ بشه و یه مدار نقطه عطف پیدا بکنه و این همونه، به خاطر همین هستش که دقیقا مشمجی که میبینی شکلی که من کشیدم به این صورت هست. در دمش امکانه جدایش بیشتر از مکش هست و اتفاقا حل تحلیلی هم به این میدیم، برای این مسئله حل تحلیلی هم داده میشه، البته ما جدایش رو در نظر نمیگیریم و از این از داستان ها صرف نظر میکنیم، ولی دمش باعث جدا سطح پایینی خواهد بود، در حقیقت در سطح پایینی امکان جدایش بیرود، مکش باعث میشه پروفیل سرعت چسبیده تر باقی بمونه و تقعور پروفیل سرعت روی دیوار اقل منفی تر بشه، با تقعور سرعت منفی هست منفی تر بشه. و سال 97 سال 30 جریان آرام روی استوانه برقرار شده است سال 30 و گردابه های هونکارمن اینا شکل گرفته، کدام مورد درست است؟ نیروی برا وجود ندارد که خب شما میدونید نیروی برا به شکل متوسط صفره ولی روی مقدار صفر نوسان میکنه. نیروی برا رو به پایین وجود دارد که خب متوسطش صفر، یه جاهایی منفی یه جاهایی مثبت. نیروی برا رو به بالا وجود دارد خب اینم غلطه، نیروی برای نوسانی وجود دارد خب درست، خیلی سوال ساده‌ای. سال 96 سال 21 کره مشع آ در ظرف روغن به آرامی به سمت پایین حرکت میکنه، سرعت حرکت کره چقدر؟ از سرعت نهایی منظورش بوده، ترمینال سپید. چگالی کره 4 برابر چگالی روغن است، رو چگالی روغن، جی شتاب جاذبه و پارامتریک هم خواسته، میو لزجت روغن است. خب این خیلی معروف ترین مثال چیز دیگه، بحث جریان حول کره وقتی که خزشی باشه میشد تو بخش جریان خزشی هم حل بشه، من اینجا اینو حل کردم. فقط این کره هم هست، وزن به سمت پایین، نیروی درک به سمت بالا. این بویانسی رو فراموش نکنید لطفا دیگه، اینو من تشندیم با هم تو ویدیوهای دیگه ای که از سوالات حل کردم که سوال معروفیه، من چرا این همه سوال میده. نیروی بویانسی، نیروی درک هم از قانون استوکس به دست میاد که 6 پی
میوی من برای جریان خزشی هول کره ویدیوی ساعت ضبط کردم اون رابطه رو درایو کردم 6 تیم میوی و نیروی بلانسی میشه و چگالی سیال در شتاب جاذبه در حجم کره مساوی با وزن جسم که میشه چگالی کره در شتاب جاذبه در حجم کره. اینو جاگذاری بکنید این طرف این طرف کنید دو سوم روجی ایدوم میو به دست میاد. سال 96 سال 25 هواپیمایی با موتور خاموش مطابق شکل زیر در حال فرود است. این اصلا هواپیما سال اینا از من قبول کنید که این هواپیما داره با یه زاویه تتایی استار سقوط میکنه، حالا هر چی که هست فرود میاد موتورش هم سوخته. با توجه به اطلاعات نشان داده شده و شرایط تعادل تانژانت تتا چی هست، شرایط نشان داده شده هم همین اینه که یه لیفت کشیده درک کشیده و حواسمون هست که لیفت و درک همیشه موازی و عمود بر جریان ورودی هست، چون داره با زاویه تتا حرکت میکنه درک من موازی میشه الان عمود بر اون میشه، ولی یعنی وزن به سمت پایین همیشه دیگه. تانژانت این زاویه رو خواست خب تعادل نیرو باید بنویسید. تعادل نیروتون رو در راستای حرکت و عمود بر اون ننویسید، در راستای افقی و عمودی بنویسید، چون من میخوام وزن وارد بازی نشه، چون گزینه ها نگاه میکنم وزن نیست تو گزینه، پس در راستای افق اگه من بنویسم نیروی درگم رو مؤلفه کنم، نیروی لیفتم رو مؤلفه کنم، وزن در راستای افقی مؤلفه نداره. پس دی کوسینوس تتا مساوی ال سینوس تتا خواهد بود که تانژانت تتا میشه دی ال. تانژانت تتا میشه سی دی، البته اینجا نوشته حالا طرف صورت مخرج رو به یک دوم رویو دو ای هم تقسیم کنید که این بشه ضریب درگ، این بشه ضریب لیفت. حالا خود این رو نوشتم شبیه اینو در یکی از سوالات کنکور هوافضا هم بود فکر کنم اونم دکترا. یک سوال ساده ایست اصلا رفتی به مکانیک سیلات اونقدر نداره، بیشتر تعادل نیرو نوشتم. سال 96 سوال 26 سوال بعدی در مورد پدیده جدایش جریان آرام روی صفحه تخت افقی کدام گزینه صحیح هست؟ من بستگی به ضخامت لایه مرزی دارد، بستگی به افت فشار ندارد، بستگی به تغییر سرعت جریان آزاد دارد، هرگز روی نمیدن. حتما شبیه این سوال هم داده شده، حالا نمیدونم تبرام سوال مثل که افراد مشخصی هستند، چون این 3-4 تا سوال هست هی همینجوری تکرار میشه، مالا چه اون افراد از اون سوال ها خوشش خب دیگه تکراری نباید سوال داده شده. اتفاقا اونجا هم همین بود که وقت صفحه تخت باشه جدایش رخ نمیده، ولی در اینجا حالا یه گزینه‌ای داره بستگی به تغییر سرعت جریان آزاد داره. یعنی مثلا گنگ واقعیت این گزینه یعنی چی؟ یعنی تغییر زاویه‌اش، و اگه زاویه عوض بشه خب بله این زاویه حمله پیدا می‌کنه جدا میشه. سوال چندان واضحه نیست، مبهمه. 96 سوال سی آخرین سوال، یک جریان آزاد با سرعت افقی داره میاد با صفحه تخت وای مساوی 0 برخورد می‌کند. سوی صفحه تخت است، کدام نمودار پروفیل سرعت عمودی را روی صفحه تخت، گفته روی صفحه تخت، بعد میگفت در داخل لایه مرزی تشکیل شده روی صفحه تخت، این درسته روی صفحه تخت که اصلا پروفیل سرعت نداریم که روی صفحه سرعت صفره به خاطر نفوذناپذیر بودن جسم عمودی رو خواسته، منظورش در داخل لایه مرزی. خب این خیلی مسئله معروفی است دیگه، به هر حال این بهم میگم پارادوکس لایه مرزی قبلا تو سوالات کنکور فکر کنم هوافضا بود شبیه همین سوال داده شده بود، ولی خب اینجا بعد بستگی داره که سوال غلطه، یعنی کامل توضیح داده نشده آیا منظور طراح پروفیل سرعتی هست که شما از تحلیل لایه مرزی که آموزش میدیم به دست میاد، یا اون پروفیل سرعتی است که در واقعیت وجود داره. خب من خیلی مقصود در مورد این توی مباحث لایه مرزی پیشرفته ویدیوهاش هست صحبت کردم، چون شما دقیقا از معادله شما در راستای عمودی سرعت عمودی مرتبه یک، یعنی به خاطر فرضیاتی که پرنتل کرد و به لایه مرزی معادلات نورسوف ساده کرد مشتق دوم سرعت عمودی از بازی هست میشه. پس شما فقط یه جا باید مؤلفه عمودی سرعت رو مقدارش رو برید، چون مرتبه یکی اون یه جا هم روی دیواری که خب چون نفوذناپذیره سرعت روی عمودی رو دیوار صفر. حالا هر چقدر این میرید بالا اون چیزی که ما از تحلیل لایه مرزی که غلطه این به دست میاریم اینه که سرعت عمودی چون در بی‌نهایت دیگه در کنترل ما نیست، چون فقط ما یه جا بهش شرح معادله اصلی در روندوی وی به روند وای دو در داخلش هست، هم در بینه دو تا شرط مرزی میخواد، هم تو بی‌نهایت صفر چون افقی جریان، هم روی صفحه صفر چون نفوذناپذیر. ولی چون معادله رو ما ساده نمی‌کنیم و مشتق دوم هست میشه، همون فقط یک شرط مرزی نیاز داره، اون یکی دیگه از کنترل ما خارج میشه، به خاطر همین اینجا دیگه صفر نمیشه. من اسم اینو گذاشتم پارادوکس لایه مرزی. کتاب پنتون خیلی بحث کرده راجبش، کتاب شیلختینگ خیلی بحث کرده چه جوری میشه اینو رفعش کرد.
حالا طراح سوال نگفته که این منظور از این چیزی که خواسته، خب همین درسته همین درسته. توی سوال اتفاقا دیگه هوا فضا بود، اون اتفاقا واقعیه رو خواسته بود، من اتفاقا شکلش رو نشون دادم اونجا و اون ارجاعتون میدم به اونجا، فقط این لغت رو گفتم که یادتون باشه که اون چیزی که به نظر میاد خواسته شو، اینا خیلی شبیه به همه، احتمالا این بوده منظور طراح. کلا یه مقدار ایراد تو سوالا زیاده، یعنی واقعا این سوالات در شأن دکترای مملکت نیست. گاهی من میبینم که میگن یه سوال مثلا ورودی آمازون، مثلا یه سوالی داده که کل جهان اونو تو یوتیوب یکی رفته داره حل میکنه، ما اینا نمیتونیم، من روم نمیشه اینا رو انگلیسی ضبط کنم واقعا بعضیاش. و سال 95 مثل اینکه سوال سیارات داده نشده بود، سال 94 سوال 21 دوباره خیابان گردابای فون کارمن رسم کرده، خیلی خوشگلم هست دیگه، آره من اگه بخوام بگیرم خیابان گردابای فون کارمن هست. در جهان دو بعدی سیال نیوتونی در پشت یک استوانه خیابان گردابای کارمن مطابق شکل زیر تشکیل می شود. کدام مورد صحیح تر است؟ گزینه یک، اگه جریان سیال مقشوش باشد گردابها جابجا نبوده بلکه در مقابل هم قرار می گیرند. ما پترن های مختلفی داریم اینجا، مثلا SS داریم که دوتا پشت سر همه، سینگل سینگل. PS داریم که دوتا بالاست یه دونه پایینه. PP داریم که دوتا پیر، پی یعنی پیر، پیر جفت، دوتا بالاست دوتا پایینه. نه خیلی الگوی داره، خلاصه زیاد ربطی به رژیم و اینا نداره. در ویدیویی که من ضبط کردم اونجا هول آران هول استوانه اینا، عکساش و فیلماش اینا رو گذاشتم اونجا که مثلا تو رینولز های بالا خیابان گردابا چه شکلیه. دو، جریان سیال در پشت استوانه آرام اما ناپایا است. خب این غلطه، به خاطر اینکه جریان از حدود رینولز 800 به بعد ویکی که در پشت جسم تشکیل میشه آشفته میشه و لایه مرزی، ولی تا اون عددی هم که به شما همیشه تو منحنی نشون میدم میگن اینجا آشفته شده، منظور رینو لایه مرزی آشفته شده، حالا ویک جرم تا 800 آشفته میشه. با هم تو مقاله ها نگاه میکنیم مثلا رینوز 800 ولی آشفته حل کرده. خب شما میگه پس به ما گفته بودن که مثلا 2.5 ضرب در 10 به قوه چند این آشفته میشه، به خاطر اون ویک جریان هست که آشفته است. سه، در اعداد رینولز بالا ممکن است این ساختار تشکیل نشود، که خب اینم غلطه. چهار دیگه، تشکیل ساختار فوق فقط در محدوده خاصی از جهان آرام سیار صورت میگیرد، که اینم حالا یه مقدار جای بحث داره. محدوده خاصی منظور خب از یه رینولزی به بعد ایجاد میشه دیگه، چون به اوایلش خب ما نداریم، ریزش گردابه ها رو نداریم، ولی جریان آرام سیال جای بحث ها جریان آشفتن. حالا البته این ساختاری که البته اینجا نمایش داده شده شاید منظورش اینه، خب این برای مثلا بله آرام محدوده، اونم تازه لایه مرزی آرام. سال 93 سال 94 هم یه دونه سوال فقط از مفاهیم لایه مرزی داده شد، اینم واقعا نمیدونم، من نمیفهم یعنی چی. خب چرا ممکن تو یک سال یک دونه سوال از 15 تا چقدر سوال از لایه مرزی باشه؟ حالا سال 93 سوال 15، در نقطه ای به فاصله x از ابتدای جداره در معرض جریان سیال، ضخامت لایه مرزی در حالت متلاطم با جای خالی متناسب است. x به توان 1/2، 3/2. این هم دلتا x هم در جریان آشفته متناسب است با معکوس ریشه پنجم x. من همونجا تو ویدیوام خیلی تاکید کردم که x رو لطفا اینجا فراموش نکنید. الان سریعا خیلی ها مثلا میزنن بعد جالب حالا دادن x به توان منفی 1/5 تو گزینه ها نیست، اصولا باید میبود که شما هوای اکن x به توان 1/5 که در هر صورت نیست، توان 1/2 هم که تا جن آرام هم منفی 1/2 این ور تساوی که x بره بالا میشه 1/2، ولی حالا به هر صورت این 1 منفی 1/5 نذاریم، چون x بیاد بالا 1 منهای 1/5 میشه 4/5. سال 93 سوال 21، کره توپر فلزی با چگالی نسبی 72 اسپسیفیک گراویتی 72 یعنی چگالیش 72 برابر آب و شعاع 1 میلیمتر در روغنی با چگالی نسبی فلانقدر لزجت فلانقدر میافته، سرعت ثابت حرکت کره چند خواهد بود؟ ترمینال ولوسیتی کاملا شبیه همین سوالی که سال 96 مثلا کپی همه. از این همه سوالات متنوعی که میشه واقعا طرح کرد، دو تا سوال کپی هم واقعا. حالا همون این 6 پی میو ال یو من دیگه ننوشتم اینجا، این بازم تاکید کنم بویانسی رو فراموش نکنید و جاگذاری کنید یکی اون از 4 متر بر ثانیه به دست بیارید. سال 93 سوال 25، برای اجتناب از وقوع پدیده جدایش در جریان بلازیوس جریان هول صفحه تخت رو بهش میگن جریان بلازیوس، استفاده از کدام روش مناسب تر است؟ روش مکش، دمش، برای اجتناب از وقوع پدیده جدایش.
مکش که خب وقتی از نداره صفحه تخت جدایش نداره که بخواید شما اجتناب کنید ازش. اگه مکش کنید که یک دمش بکنید خب بدتر ممکنه باعث ایجاد جدایش بشه. گفته همزمان یکی هم هیچ کدام. اینم باز خیلی شبیه به همون سوال درس کردم از طراح سوالش احتمالاً یه نفره که هر بار سوال میده. نکتهش اینه خب مثلا صفحه تخت جدایش نداره. سال 93 سوال 27 این سوال نسبتاً خوبی، سوال مفهومی است. یعنی واقعا باید حداقل از 15 تا 5 تا سوال اینجوری داده بشه، 5 تا سوال متوسط و من کل این سال نگاه میکنم مثلا نیم سوال خوب فقط بوده که گفته که لایه مرزی در بالای صفحه تخت و صلب زیر به طول ال یه صفحه است اینجا طولش ال ما طولش کنه عرض نامتناهی عمود بر کاغذ بی‌نهایت و سرعت ثابت دو بی‌نهایت به سمت راست داره که میکشه یه صفحه رو با یه سرعتی میکشه طبق معادله انتگرالی مومنتوم فون کارمند های دبلیو به رو یو بینات به توان دو برابر کدام گزینه است؟ خب این اولا که مسئله اسم داره بهش میگن مسئله اول استوپس یه سیالی یه صفحه رو من با استوراتی بکشم یه به مسئله اول استوپس حل تحلیلیش انجام دادیم تو فصل حل های تحلیلی معادله نبیر استوپس هم این کار انجام دادیم ولی اینجا ما فعلا در مورد بحث لایه مرزی داریم صحبت میکنیم البته اینو من میتونستم اینا توی اون بخش مربوط به جهل های لزج هم قرار بدم که ترجمه هم اینجا قرار بدم من در مورد حل انتگرالی فون کارمن یه ویدیو کامل برای کارشناسی ضبط کردم و یکی هم برای ارشد این بعد با اطلاعات کارشناسی شما قابل حل نیازی نیست به پیشرفتش رو نگاه کنید برای حجم کنترلی گرفتم تو اون ویدیو که واقعا اینجا هم گرفتم از سطح بالا به سیال ساکن میرسیم چون هوای اطراف ساکنه اینو من تو هوای ساکن دارم میکشم بالا ساکن هست و سرعت شما از صفر رو لبه لایه مرزی روی جسم هم که دوه و اینجام که دوه زیاد میشه سرعت تا برسه به سرعت لبه لایه مرزی حالا این حالا باید برابر باشه من دیگه رو شک زیاد جالب نکشتم که اینا در حقیقت یک همون صفر طبق همون روالی که توی اون ویدیو ملاحظه کرد یک حجم کنترل هم گرفت که این حجم کنترل من از پایین به جسم از بالا به لایه مرزی ورودی داره و یک خروجی داره و قانون بقای مومنتوم رو خواهم نوشت براش در راستای ایکس که افقی هست نیروهایی که وارد شده همیشه برشی است به سمت جلوش وقتی سفر رو میکشم سیالم همراه با صفحه کشیده میشه اگه معکوس میکشیدم خب منفی به دست میمد تو روابط دیگه و فشار هم خب چون صفحه تخت فشار نداریم تو مسئله و چون بالا ساکن هست ورود و خروج اینجا لبه لای مرزی سیال سکون میرسه در اینجا ورود و خروجی نداره و حتی هم این ساده تر از اون چیزیست که من تو اون ویدیو ضبط کردم اونجا ما یک بخشی درگیری بود داشتیم این بود که اون مقدار امداتی که از سقف المان وارد یا خارج میشه رو به دست بیاریم مضاف به اینکه اونجا من گرادیان فشارم لحاظ کرده بودم اینجا اونم نداریم خیلی ساده است میگم که تنش برشی که در جهت مثبت به کف به زخامت المان هم دیکسه وارد میشه بالا هم که ورود خروج ندارم یک فلاکس مومنتوم از ورودی دارم یک فلاکس مومنتوم در خروجی دارم فلاکس مومنتوم در ورودی منفیه ورودی در جهت مثبت خروجی در جهت مثبت مثبت پس اگر جی بذارم فلاکس مومنتوم رو میشه منفی جی در ورودی خروجی چون یک کوچولو جلوتره میشه مثبت چون خروجی جی به علاوه روند جی روند ایکس دی ایکس که اون جی ها با هم دیگه ساده میشن و خود جی هم که انتگرال رو یو دو ای هست دیگه رو یو دو ای همین پروفیل سرعتی که اینجا میبینید که ای هم چون عمود بر کاغذ بی‌نهایته رو یو دو وای این چیزی که میبینید جی الان که هم دی به دی ایکس همین رانده جی به رانده ایکسه به دی ایکس ضرب شده دی ایکس هم از طرف این ساده میشه طرف این به رو یو بی‌نهایت به توان دو تقسیم میشه که بی بود بشه و رو از طرف این ساده میشه یو بی‌نهایت هم میره داخل این میشه یو به یو بی‌نهایت به توان دو یه یاد کوچیک فقط سوال داره اونم اینه که این مسئله اول استوکس که من حالا حل تحلیلش هم اتفاقا ارائه دادم در فصل جن لزل خب مسئله تابع زمان هست و باید جمله زمانی رو هم توی این تحلیل با مشکلی هم نداشت یعنی میتونستیم جمله زمانی رو هم وارد کنیم ولی تو گزینه ها جمله زمانی نیست شاید طراح زیاد حواسش نبوده که این مسئله تابع زمان هست سال 98 سوال 16 لایه مرزی روی صفحه تخت را در جریان لایه‌ای داخل پرانتز لامینار در نظر بگیرید با فرض توزیع سرعت خطی درون لایه مرزی ضخامت مومنتوم کدام است از اون سوالای تکراری خسته کننده ای که من فکر کنم یکی کم اینجا الان با عمل کردیم اینجا ضخامت لایه مرزی رو خواسته بود حالا این دفعه تتا رو خواسته از شما شاید 10 تا سوال نزدیک این هم توی کنکور دکترا هوافضا بود فقط به تتا میشه صفر تا دلتا یو یوم یکی منها یو یوم یه وای یو یوم رو که چون خطی گفته بگیرید بگیریم وای دلتا کمان اتا است میشه اتا در یکی منها اتا دی وای
لوای هم میشه دلتا دی اتا، تغییر متغیر صفر تا دلتا میشه صفر تا یک. این انتگرال اتا یکی اونها اتا رو بگی دلتا ششون به دست میاد. سال 98 سوال 20. سال خوبی است نسبتا سوال 20. در جریان درون مجرای شکل زیر گزینه درست کدام است؟ این جریان داخل دو تا صفحه است، یکی افقی یکی یه پله داره و اینجای گردابهی مثلا شکل گرفته و اینا اینجوری و اینجای کراس سکشنی رو زده که عمودی بالایی رو گفته نقطه A، پایینی رو گفته نقطه B. حالا محور مختصات متاسفانه رو شکل نشون نداده، من فرض میکنم که Y به سمت بالا باشه، X به سمت راست باشه. گفته در نزدیکی نقاط A و B رنده، علامت رنده تاب رنده Y چیه؟ الان مثبت یکیش مثلا هر جفت مثبت منفی چیشی. فقط نکته اینجاست که باید دقت کنید که رونده تا به رونده وای اولا تای ایکس وای نوشته. خب درست فقط چون این تنشی که اینجا داریم نرمال صفحه در جهت وای خودش در جهت ایکس، حتی به شرطی ایکس و وای رو شکل نشون میدن. و رونده تا به رونده وای اگر فرض کنم سهل آرام هست میشه میو رونده خود تنش، میشه میو روند یو و روند وای. هر جا گذاری کنم میو میاد بیرون با فرض این که تازه ویسکوزیته مقدار ثابتی باشه اینا، روند تا به روند وای روند دوی یو به روند وای دو خواهد شد. یعنی همون چیزی که در معادله نگیر استوکس ما داریم، چون در نگیر استوکس ما دیورژانس تانسور تنش رو داریم، تو این کیس دیورژانس تنش میشه همون روند تا به روند وای و اونم میشه روند دوی یو به روند وای دو. روندوی روند وای تغییر سوی پروفیل سرعته، یعنی شما اگه میخواهید نقاط A و B رو نگاه کنید ببینید که مثبت روند تا به روند وای منفی، نگاه کنید تغییر سرعت چیه. اگر وای رو به سمت بالا بگیریم اینجا پروفیل سرعت تغییرش به سمت چپه، نسبت محور عمودی داره میسنجه، پس منفیه. اما نزدیک نقطه B اون تغییرش اینجا نقطه عطف داده بعد تغییر مثبت شده، پس در نقطه B نه گزینه 2 میشه دیگه، در نقطه B روند تا به روند وای مثبت، در نقطه A منفی. سال 98 سال 22 در جریان لایه مرزی روی صفحه تخت پروفیل سرعت جریان آزاد U مساوی A تقسیم بر 1 علاوه BX است، A و B هم مقادیر مثبت و X فاصله از نقطه سکون را نشان می‌دهد، کدام مورد درست است؟ خیلی سوال آسونی. گردان فشار مطلوب است. خب گردان فشار مطلوب یعنی گردان فشار منفی و جدایی جریان روی میدهد، مطلوب است روی نمیدهد. اصلا یه سریش که مشخص وقتی گردان فشار مخالف باشه حتما شرط لازم برای جدایش گردان فشار مخالف، گردان فشار معکوس است اما مخالف جدایی روی میدهد. نه خب نگاه میکنم به سرعت دیگه، با فرض اینکه لایه مرزی نازک باشه البته، اگر ایکس رو افزایش بدم مقدار یو کاهش پیدا میکنه، در اینجا سر برنالی فشار افزایش پیدا میکنه، پس گرادیان فشار من معکوسه یا مخالفه. و حتی من به شما یاد دادم اونجا که چجوری برای هر پروفیل سرعتی نقطه جدایش رو پیش بینی بکن. سوال 98 سوال 26 شیر آبی باز است و آب به سوی پایین جریان دارد، با قرار دادن جسمی در نزدیکی جریان چه اتفاقی میفته؟ یعنی این شیر آب مثلا حالا آب داره میاد پایین، یه کره ای مثلا قاشقی چیزی در کنارش قرار گرفته، ولی حتما هم باید این به صورت مثلا قاشق رو شما از قسمت تو بگیرید، خب فقط خیس میشین چیز دیگه نمیشه. اما اگه از پشتش بگیرید در اون صورت این اتفاقی که بحثی که میگیم فقط اونجا رخ میده که جریان این جت آبی که خارج شده از شیر به سمت جسم مکیده میشه و جت آب دیگه صاف باقی نمیمونه. به این اثر میگن اثر کواندا. من در مورد اثر کواندا یه ویدیوی کامل ضبط کردم 20 خورده دقیقه، میتونید مراجعه کنید دلیلش رو گفتم چرا اینجوریه. ولی گزینه جریان به جسم نزدیک میشه، علت آن کاهش فشار است. و کاربردی که اثر کواندا داره تو ایجاد نیروی لیفت در پرنده ها تو هلیکوپتر جای مختلفی هست، من اونجا اشاره کردم بهش. سال 98 سوال 29 باد با سرعت یک نواخت یو بی نهایت و فشار یک نواخت پی بی نهایت به یک ورق فولادی صلب به شکل مستطیل با مساحت A، اینا دیگه مسافی عمودی صلب هم هست و اینا، یه سرعت یو بی نهایت پی بی نهایت میاد میخوره به این جریان، بعد به هول این تشکیل میشه و پشتش ویک ایجاد میشه، جدایش رخ میده، به مساحت A برخورد میکنه. فرض کنید در تمامی سطح برخورد فشار برابر با فشار سکون است، یعنی جلوی جسم تمامی سطح برخورد، برخورد منظور جلوی جسمه، همه جا فشار، چون فشار در این نقطه سکون ماکسیمومه و به تدریج کاهش پیدا میکنه و خب مثلا نفش ما ظریف فشار نقطه سکون یک هست، صاحبتا یک کم میشه، کم میشه تا برسه مثلا به 16 هم تو لبه بالایی، میانگینش اگه بخواییم بگیریم برحال از یک کمتر،
من اینجا فرض کرده که یک باشه. بهتر بود میگفت میانگینه فشار جلوی ظریف فشار جلوی جسم از یک کمتر میداد. 1/8 است مثلا. چون من دقیقا همین سوال حل کردم تو ویدیوهایی که مراجعه بکنید دقیقا همینه. و همین ظریف درجه 2 که اینجا میدونید اونجا من همون 2 رو به دست آوردم. ولی فرقی که داشته اینه که ظریف فشار جلو رو دیگه یک ندادم. یه مقدار کمتر دادم. 1/8 دادم. اونجا توضیح هم دادم که چرا. هم واقعی‌تر. فرض کنید که در تمامی سطح پرخود فشار سکون است، اگه ظریف درک یا پسا برابر 2 باشد، فشار در پشت این ورق چقدر است؟ خود فشار خواسته. خب من شما ارجاع میدم به همون ویدیو، دیگه نیاز نیست اینجا دوباره توضیح. ولی چیزی که به دست آوردیم که ظریف درک میشه سی پی جلو منهای سی پی عقب. علت اینکه جلوی جسم اینجا مثبته به خاطر اینکه فشار یه منفی خودش داره و جهت نرمال صفحه در جهت منفیه. منفی در منفی اینجا میشه مثبت. اما اون ور جسم فشار منفی داره، نرمال در جهت مثبت یه منفی میمونه. و وقتی طرفین رو به 1/2 روی دو ای و اینا هم تقسیم بکنید همین چیزی میشه. اینگه خب این مثال 2 شده، این جلو رو گفته ظریف فشار نقطه سکون بگیر. شما باید بدونید که ظریف فشار نقطه سکون 1. پس این 1 باشه، اون 2 باشه، این سی پی اینجا میاد منفی 1 خواهد بود. پس پشت جسم یک ناحیه کم فشار ایجاد میشه به خاطر ویکی که هست و جلوی جسم یک ناحیه پرفشار، این یک اون منفیه که اینا اصلا کم کنی 2 میشه که ظریف درک است. مثلا اونجا من یادم جلوی جسم 1/8 گرفتم، پشت منفی 1.2 بود که با هم دیگه 2 میشه. و البته این خود فشار رو خواسته. خب ظریف فشار وقتی منفی 1 باشه، این تعریف ظریف فشار از پی عقب منهای پی بی نهایت 1/2 روی 2، اینو ضرب کنید اینو ببرید اون ور، پی عقب میشه پی بی نهایت منفی 1/2 روی 2. در ادامه در مورد سایر ویدیوهایی که مطالبی که در ادامه در مورد سایر مطالبی که به لایه مرزی و به جریان داخلی مرتبط نمیشه، مثل آنالیز ابعادی یا جریان تراکم‌پذیری توروماشین، چند 3-4 تا سوال بوده توی 6 سال گذشته. سال 98 سوال 24، امواج دریا هر 10 ثانیه یک بار به یک اسکله برخورد می‌کنه، فرکانس برخورد 1 دهم. برای برآورد نیروی وارده بر این اسکله مدل کوچکی از آن با مقیاس 1/25 ساخته شده و در یک کانال آب تحت شرایط تشابه دینامیکی تست می شود. در مورد اسکله مدل فرکانس امواج مورد نیاز در عملیات آزمایشگاهی چقدره؟ با چه فرکانسی باید معادل بکنیم تست بگیریم که معادل بشه؟ خب اول LP به LM 25 هست، یعنی طول مقیاس، طول مشخصه پروتوتایپ 25 برابر مدل. فرکانس پروتوتایپ 1/10 داده های مثلا از خب برابری اعداد بیبود فروت ها رو با هم برابر میذارم، از برابری اعداد رینولز هم صرف نظر میکنم، تشابه ناقص به ویدیوش گفتم مراجعه کنید، فروت ها رو برابر میذارم، ویدو به ال جی مدل مساوی ویدو به ال جی پروتوتایپ، جی ها که ساده میشه، ال ها هم که داده اونجا، پس سرعت مدل به سرعت پروتوتایپ 1/5 هاش و سرعتی که در پروتوتایپ باید 1/5 سرعت مدل من باید 1/5 سرعت واقعی باشه. و بعد برابری اعداد اشتروها رو خواهم داشت، FLVM مدل مساوی FLVM پروتوتایپ، نسبت سرعت ها رو که با توجه به برابری اعداد فرود به دست آوردیم، نسبت الها هم که داده در سرعت ها، نسبت اف ها به دست میاد، اف پروتوتایپ هم 1/10، اف مدل 1/2 خواهد شد. سال 96 سال 19، این یک سوالی هست در مورد جریان های تراکم پذیر برای یک ذره که در هوای استاندارد تی بی نهایت حرکت میکنه، دمای هوای بیرونش بی نهایت تی بی نهایت، دو موج فشاری کروی ضعیف نشان داده شده است، دمای سکون کدام است؟ گاما هم نسبت سی پی به سی ای بی زنی داره، اینجوری حرکتش میگیم بیپر، یه بیپره، یه موج خیلی ضعیف تولید میکنه، داره حرکت میکنه اینجوری با یه سرعت و این دو تا در دو وقتی اینجا بوده یه موجی تولید کرده، اینجا هم بوده یه موج، حالا حرکت کرده، این موجه همینجوری داره هی بزرگ میشه، چون این قبل تشکیل شده بزرگتره، این چون بعد تشکیل شده کوچیکتر. الان بیپر من در زمان فعلی تو اونجا هست، فاصلش 2 متره، این شعاعش 2، این هم 4. چی خواسته بود؟ دمای سکون را شما خواسته. خب اول طبق این مخروط من خیلی دیگه خیلی معروف هست دیگه، یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین مفاهیم جریان تراکم پذیره. سینوس این زاویه که اینجا میبینید میگن ماخ انگل، زاویه ماخ، سینوسش میشود 1 بر عدد ماخ. سینوس این زاویه خب ضلع مقابل 2، اینجا هم که این که شعاع داره راست، این هم 2 علاوه 2 میشه 4، پس ضلع مقابل بر وتر میشه 2/4 یا 1/2. سینوس این زاویه 1/2 باشه مساوی 1 امم باشه، عدد ماخ که ام هست میشه 2، پس این بیپر من داره با عدد ماخ 2 حرکت میکنه که چنین اتفاقی افتاده. حالا میرم جاده زنی میکنم تو رابطه دمای سکون به دمای
بی نهایت. این رابطه هم که در بحث جمع تراکم پذیر به دست میاریم که تیسه به تریبونال بیه که برای دوام این هایی تاون مخلو این را باید حفظ باشید احتمالا میگه چون جزء بسته است و ماخ هم که داده شده دو به توان دو چهار ضرب تقسیم میکنیم میشه دو گاما منهای یک برابره، البته تیه بی نهایت هم میاد بهش ضرب میشه. یک سوال دیگری داده شده که حالا نمیتونم بگم جزء مباحث تور و ماشینه، ولی اگه تور و ماشین بحثی که سپاس کرده باشه شاید این سوال بتونه جواب بده. در مورد ضربه داخل پرانتز ایمپالس سال 93 سال 16 است و عکس العمل ریاکشن در جریان سیارات کدام سر است، مفهوم کلیه. ولی چون ما در تور و ماشین توربین های ضربه ای داریم و عکس العملی داریم ایمپالسیو و ریاکشن و اونجا اشاره میکنیم که ایمپالسیو توربین چه خصوصیتی داره، ریاکشن چه خصوصیتی داره، کسی اونو بدونه این سوال راحت تر میتونه جواب بده. که گفته در مورد ضربه، خب توربین های ایمپالسیو مثل توربین پلتون یه انژکتور دارن، میپاشن میخوره به یه بشقابکی و اینو میچرخونه. در مورد توربین پلتون خیلی ویدیو ضبط کردم انگلیسی و فارسی اونها ضبط کردم. و اینا بهش میگیم که خصوصیتش اینه که فشار، توزیع فشار در حول چرخ مقدار ثابتی باقی میمونه. اما در توربین های اکسل ریاکشن که یک حلزونی هست و این حلزونی که وجود داره که جریان رو هدایت میکنه به سمت این رانر که بعد از اونجا دقیقاً به سمت پایین دست حرکت کنه، این باعث میشه که توزیع فشار حول رانر دیگه حول بلیت ها دیگه یک دست یکسان نباشه. با این اوصاف در مورد ایمپالس فشار در ضربه ثابت، همونجوری که در توربین های ایمپالسی میگیم فشار ثابته، ولی در عکس العمل متغیر هست. در به عنوان یه مفهوم کلی این سوال مطرح کرده و چندان به بحث مستقیما توربین اشاره نکرد. سال 93 سال 18 در جریانی از هوا با دانسیته رو سرعت یک نواخت وی حد اکثر توان منتقل شونده به روتور توربین باد به قطر دی کدام است؟ یه توربینی سالا سرعت ورودی محور افقی هم هست، توربین باد محور افقی سرعت افقی وی هست و قطر این روتوری که در حال چرخش هست دی. حد اکثر توان گفته چقدر؟ نکته اول اینه که خب شاید سوال اصلا با برای آنالیز ابعادی طرح شده باشه، چون گزینه‌ها رو وقتی نگاه می‌کنید مثلا یک و سه مثلا رو توی مخرج یعنی یه خیلی یه پرده بعد گزینه‌ها اصلا مشکل داره. گزینه دو هم رو به توان سه توش هست، تنها گزینه‌ای که به لحاظ ابعادی درسته گزینه چهار. این نکته اول. نکته دوم اینه که خب حل سوالی که طراح مد نظرش بوده اینه که ماکسیموم توانی که به این توربین میتونه منتقل بشه همون انرژی جنبشی سیالیست که داره در وزیده میشه روی این توربین با که یک دوم امداد V به توان دو هست. خب امداد هم می‌نویسید VA مساحت پی چهارم دی دو دایره ایست که در روبروی جریان ورودی قرار گرفته است و این به V ضرب بشه میشه V3 پس میشه یک هشتم یا پی هشتم دی دو V به توان سه که گزینه چهار است. اما من جا گذاری کنم که اگر این رو به شکل بی بود بنویسید یعنی تقسیمش بکنید به ضریب به شکل بی بود شده یه توان ضریب توان کوفیشنت آف پاور یا پاور کوفیشنت بهش میگن که جزء اعداد بی بودیست که در مکانیک سیالات استفاده میشه و جزء پارامترهای بی بود پست پروسسینگ هست که من در ویدیوهای دیگه راجبش صحبت کردم. این آخر اصلا به صورت سی ای بی همین دیگه دقیقت اگر توان رو به این تقسیم بکنید میشه یک. ضریب توان ماکسیموم میگه طبق این سوال طرح شده مساوی یک. اما متاسفانه شاید طراح سوال دقت نکرده یک قضیه خیلی معروفی در توربین های باد ما داریم به نام قضیه قانون بیتس لا که قانون بیتس اثبات میشه که زیادم سخت نیست، یعنی میشه با توجه به همین دانسته هایی که دارید شما در مقطع کارشناسی با نوشتن قانون بقای مومنتوم و همین رابطه و اینها و یک بهینه‌سازی و یک مشتقگیری نشون داد که ماکسیموم ضریب توانی که از توربین باد میشه کشید بیرون یک عددی برابر با 16-27 و 16-27 هم تقریبا برابر با 59 صدم به دست میاد. یکم البته اون سوال برای یک سوال کنکور یکم طولانی سخت نیست، هر کدوم با دانشگاه مهندسی شما میتونید اینو همین در دوره کارشناسی میتونید این عدد رو به دست بیارید، ولی یه مقدار برای سوال کنکور طولانیه. شاید من یک ویدیویی در آینده راجع به توربین های باد در یک ساعت ضبط کردم، این هم لابلاش عرض خواهم کرد که این
به این عدد میگن بتس کوفیشنت، ضریب بتس. خود اول توربین های بادی که ما الان در واقعیت داریم شاید از این 60 درصدی که تقریبا اینجا ممکنه ایجاد بشه من 40-50 درصدش رو یا 80 درصد اینو یا 70-80 درصد این رو میتونم به توان فقط الکتریکی خروجی تبدیل بکنم.